احمد رضا؟ بله آقا. یه سوالی داشتم. بفرمایید. معروفه که مردمان ایتالیا و ایران نزدیک همن. سوال من اینجاست که آیا تبلیغات ایران و ایتالیا هم شبیه همه؟ نمیدونم آقا. نه. پس بریم ببینیم. بریم ایتالیا. اینجا واسه مارکتینگ براست. حال خوب داره، فان توش پر از ولاگ. عدالت داره ویدیوهامون، چیزی میگیم که میدونیم رو حساب و قانون. یه بر آقا فری و یه بر احمد رضا و بیان یوتیوب کیف کنیم چند وقت یه بار. بهت میگم چرا یوهایی تبلیغی بولد شد. پس خوش اومدی اینجا. چاو. بنونوتی ال نوو اپیزودیو د بولد شو. بنونوتی. براو. خب قراره این قسمت چیکار کنیم؟ احمد رضا، ما یه سری برنامه ای داریم که میریم توی کشورهای مختلف آفرین تبلیغاتشون رو بررسی میکنیم. اندفعه این کره زمین کجا وایساده؟ چرخیده رفته ایتالیا. ایتالیا. الان ما اومدیم تبلیغات ایتالیا رو ببینیم. ایتالیا دیگه نه اصلا. الان ایتالیا اومدم ارمنستان. تو هم شنیدی که ایتالیایی‌ها شبیه ایرانیان؟ بله، ولی من واقعا فکت چک عجیب غریبی نکردم. چند بار چون رفتم محمد ایتالیا؟ نه تا حالا قسمت نشده، ولی یکی از دوستانم همین دیروز اونجا بوده و ازش پرسیدم. ازش تشکر میکنم که خیلی کمکمون کرد این قسمت. مرسی ازش. مرسی. فکرم گفتی اصل. اصل لامصب اصل. خب حالا بگو بهم که ایتالیا ها به چی معروفن؟ چه ویژگی هایی دارن؟ خب ایتالیایی ها خب سه تا ویژگی بارز دارن. من این رو از چند نفر که اونجا بودن هم پرسیدم، هم یه مقداری هم سرچ کردم. چه کرد؟ باریکالله. اولی هنر. ایتالیایی ها آدم های آرت. براو. آرتیست. مردمان هنرمندین. یعنی اصلا شما برید ریشه تاریخ این مملکت رو بخونید، خب از هنر خیلی لذت بردن و خیلی باش کار داشتن. برای همیشه بی ایرانی ها. باریکرد. نه واقعا اینکه در لینش بگیم کنم اینه. ریشه تاریخمون خیلی با هنر عجین شده. باریکرد. مطلب دومی سطح کلاس کلمات. مطلب دومی که هستش اینه که ایتالیایی ها خیلی به مبحث عاشقانه علاقه مندن. رومانس. آدم های رومانتیکی هن. خب این هم از احساساتی هن. احساساتی هن. باریکالله. برای همین آرت و اینا هم خیلی توشون جریان داره. مورد سوم، آدم های شوخ طبیعت. جوک زیاد دارن. جوک واقعا حالا بامزن یا نه؟ چند تا فیلم و نمیدونم کلیپ ازشون دیدم، بهشون میخوره که به نسبت فرض کن مثلا به نسبت آلمانیایی که معروفن به خشک بودن، اینا معروفن آدم بشاش و شوخته. خب احمد رضا، بریم حالا ببینیم این سه تا شاخص تو تبلیغاتشون هم هست یا نه. بریم ببینیم. آقای خانمی رو داره دیگه میزنه. خیلی شبیه ایرانی ها. اینه ما هم جلیقه پوشیده. آره دیگه اصلا بعد خانم موزالیا چیه؟ خانم لیا اه؟ مونالیزا هم نمید. جوونا گل داد به خانومی، آقایی داده. این حرکتش ایرانی. کارو در بیار. به خوش من این گل رو بیادم. آیه خدای من. براو. تبلیغ عطر و اتکلون بود. چقدر جالب. خیلی بامزه بود. اون بوسش چی بود به نظره؟ این پیس عطر هستش. اینگار نره مثل یه بوسه یه برد این عطر. بعد وقتی که بوش میکنی جفتشون یه لحظه با هم بو کردن. آره. یعنی این که اینو بو میکنه یاد اون میفتی، اونم بو میکنه یاد تو میفته.
خیلی به نظرم خیلی برای تبلیغ باحالی بود. کاملا اون کالچرشون، فرهنگشون رو بغل کرده بودن. اون بحث رومانتیک بودنشون احساسی. آره دقیقا، کاملا این تبلیغ احساسی با احساس تو سر و کار داشت و خیلی باحال بود. باری کرد. نیکست اپیزودو ایتالیا. Il grigio, il colore preferito di tutti noi costruttori di auto. Grigio tedesco, giapponese, francese. Vende bene, vende sempre. Ma scusate, qui non parliamo della Germania o del Giappone o della Francia. Parliamo dell'Italia. E guardate, l'Italia è gioia, ottimismo, love, amore, passion, passione, life, vita. Allora, cosa c'entra il grigio? Nulla. Il mondo non ha bisogno di un'altra macchina. Di ogni nias be macchina tu sin andare. Da oggi niente più Fiat grigio. المیره اون تو؟ بله بله. فکر کنی این آقا کیه؟ ای وای کیه؟ خود مدیر عامل فیاته. بعد الان یه دونه، یعنی یه چیز انقدری درست کردن رنگ. این که فکر میکنم که نمیدونم واقعا. بعد ببینیم بخونیمش. در هر صورت هر جایی بوده باشه یه چیز رنگ زیادی که آره. روشن کردن توش دیگه. ولی این مردم خیلی عادی هن. آره نه این که علیکش قطعه. نکته بگم به خاطر اینکه سایش این وره اونو سایش زیره قطعا همه که، ولی نارنجی شد، خیلی باحال بود، نارنجی شد، شجاعتی دارن و به خدا در رو با کرد پنجره کشم همجون فیاد وی نو لانگر پیدوست گری کار دیگه ماشین توسی تولید نمی کنه. ایتالی the land of colors. وای برند آف کالر برند آف فیات خیلی جذاب بود. چقدر اینا شجاع. خیلی جذاب بود. فرسون خود مدیر عامله بیاد ژاپن و فرانسه و نمیدونم آلمان رو بزنه کنار، بگه اونا خاکستری بفرستن که اونا مثلا مهد ماشین راحت برن بفروشن، من میام رنگ تولید رنگ تولید میکنم. ایتالیا کشور رنگه. پشن لاو لایف. خیلی جذاب، خیلی باحال بود و عاشق این موسیقی زیرش هم که چون ایتالیا هست یه آکاردئونی همیشه توش داره. دقیقا. خب نظری اومد پرفیتو قبول بشه انشالله. اتفاق باحالی هم که داره، نمیدونم اینو گفتم یا نه، ولی اینه که ایتالیا رو اصلا برای خود میکنن. یعنی فیات اومده گفته، یعنی چی نفهم حرف فیات گفته من ایتالیاییم و آه. چون که من ایتالیاییم کردیت دارم بیاد از من خرید. یعنی از اعتبار و آفرین باری کرد، یعنی از این فرهنگ خودشون کرده. از کشور خودشون کرده. استفاده میکنه واسه اینکه محصولش رو بتونه بفروشه. خب از این جهت هم اصلا شبیه ایرانی یعنی. یه خانومی وارد شد. خانمی زیبا. Real Italian coffee. Did she say real Italian coffee? Real Italian coffee. What? What? Mas? What? What is the real Italian coffee? I don't know. It's espresso, no? Mocha? You mean black coffee? Cappuccino? Caffè con leche. Americano. Espresso americano. Manai? Scolfredo. Holy shit. She wants the real Italian coffee. She wants real Italian coffee. You mean flat white? Did someone say instant? That's a game changer. Real Italian coffee. That's amazing. So what is the real Italian coffee? Ah, the real Italian coffee. Lavazza. Why didn't you just say so? Exactly. The real Italian coffee. حاجی میبینی چقدر این فرهنگشون رو دائم هی دارن توش میگن ما ایتالیایی، ما ایتالیایی، ما ایتالیایی، قهوه خاص ایتالیایی، امریکنا رو مثلا وسط آره. ولی خب همه قهوه ها رو گفت، ولی گفتش که لاوازا قهوه ایتالیاییه. اینم دقیقا همون شکلی بود دیگه، یعنی کاملا فرهنگشون رو نشون داد توی این ویدیو، مردمای مختلفشون رو نشون داد. خلاص که تبلیغ باحالی بود به نظر آره. دقیقاً، یعنی باز هم این فرهنگشون رو اینجا داد زد. خب ما تا اینجا گفتیم که آقا ایتالیایی آدم های شوخ‌طبعی هستن، تبلیغ مرتبطش رو دیدیم. گفتیم آدم های رومانتیکی هستن، تبلیغ مرتبطش رو دیدیم. آخر گفتیم که اینا آدم های هنرمندی هستن، آرتیستی آرتیسته. خب
خب حالا این کجا در اومد؟ آفرین بگو. سامسونگ اومد یه دونه کمپین رو اندازی کرد، اومد گفتش که آقا شما ایتالیایی ها خیلی تو فرهنگتون آرت هست، نمیدونم نقاش خفن دارین مثل داوینچی و خیلی از نقاش های دیگه، کلا گفت خیلی شما اون مسئله هنر براتون مهمه. اومد یه دونه آکادمی بالا آورد برای آدم ها که بیان توش هنر یاد بگیرن، و از اون طرف اومد به اساتید تبلت نوت داد دیگه، اینا اومدن کارهای طراحیشون رو روی اون تبلت انجام دادن، یعنی اون تبلت تبلیغ میشد، اون فرهنگ هنری هم اومد وسط. یعنی یه جورایی پی آر مارکتینگ کردش، یه دوره 50 جلسه‌ای برگزار کرد که خیلی هم جالب و باحال بود. فقط الانم حتما روی فروشش توی ایتالیا تاثیر گذار بود. یعنی اومد فرهنگشون رو باز بغل کرد و کار کرد رو اون فرهنگ ایتالیا سوار شد. اینم پس از قسمت آرت تبلیغات ایتالیایی. بله. به پایان این ویدیو رسیدیم. اما سوال چالشی هر دفعه هم. به نظرت چند درصد ایتالیایی ها تبلیغاتشون شبیه ایرانی ها بود؟ من نمیدونم که واقعا ایتالیایی ها چند درصد خود مردمانشون شبیه ایرانی ها هستن. خب شاید یه مقداری شبیه باشن، ولی تو بحث تبلیغات به نظرم خیلی من شباهتی ندیدم. یعنی خیلی ایتالیایی ها رو فرهنگشون سوار بودن. البته خب اینم هست که اصلا ایران اونقدر تبلیغات عجیب غریبه ویدیوی قوی نداره به نظر من. بالاخره ما فرض کنیم تو اونهایی که داره، یعنی تو اون خوبهایی که وجود داره، من تا حالا ندیدم از این فرهنگ ایران، یعنی تمدنش، عقبش، از اون چیزی که داشتیم استفاده عجیب غریبی بشه. کوروش کبیر مثلا، کوروش کبیر بیاد شامپو تبلیغ کنه. خیلی من ندیدم که از فرهنگ ایرانی زیاد استفاده بشه، ولی تو ایتالیا همونطور که دیدیم پر بود به کرات. به کرات چه کلمه ای، سطح کلاس ادبیات. آفرین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. نه نه وایسا وایسا وایسا، یکی از بینندگان عزیز هست از ما خواسته که اسمشو تو برنامه بخونیم. محمد رضا طیبی از تهران. سلام محمد. سلام محمد رضا. این محمد رضا همه برنامه‌های ما رو می‌بینه، انصافا هم نظرات خیلی نقاشیشو نفرستاده. دم همه تون گرم که واقعا برنامه ما رو میبینین و تا یه ویدیو دیگه خدا حافظ. تو مهمانداری بلدی؟ من نه. خب من یه بار جلو دوربین سلام بدم. چاو خود بولد شو. آه خدای من، آه خدای من. فرهنگ های مختلف تبلیغشون رو لباس هاشون.